یازده بازی های اتاق مشاوره برای تحلیلگران هرفهی بازی ها آگاهی از بازیهایی که با تنش محسوس در موقعیت های رواندرمانی اجرا می شوند حائز کمال اهمیت است این بازی ها را می توان به آسانی و به طور دست اول در اتاقهای مشاوره مشاهده کرد و از حیث نقش عامل به سه نوع تقسیم می شوند یک بازیهایی که درمانگر و کارکنان اجرا می کنند مانند من فقط دارم کمک می کنم و روان پزشکی دو بازی هایی که اشخاص ورزیده ای که در گروه های رواندرمانی شرکت دارند اجرا می کنند مانند گلخانه سه بازی هایی که بیماران عادی و مراجع کنندگان اجرا می کنند و عبارتند از بیبزاعت، دهاتی احمق و چوب زیر بغل الف گلخانه تز گلخانه صورتی از بازی روانپزشکی است که در سخت در این شکلش توسط دانشمندان جوان رشته های علوم اجتماعی مانند روانشناسان تازه کار اجرا می شود. این آقایان در معاشرت با همکاران خود از روی عادت و اغلب به طرزی شوخ به بازی روانکاوی می پردازند و واجه های نظیر احساس زدیت شما بروز کرده جانم یا سازکار دفاعی از این شدیدتر نمی شود را به کار می برند. این معمولا وقت گذرانی بی زرر و احیانا لذت بخش است یعنی مرحله طبیعی است که آنها طی آن تجربیات حرفه‌ای کسب می کنند و اگر افراد مبتکر و جالبی هم بین آنها پیدا شود محفل ممکن است کاملا سرگرم کننده باشد یکی از عبارات دلخواه من این تکه کلام است می بینم که باز روز ملی تناقضگویی فرا رسیده بعضی از این افراد در گروه های رواندرمانی ممکن است اقدام به انتقاد و ایجوی های مهارنا ناشدنی کنند و چون انتقادات آنها در این موارد لزومن سازنده نیست درمانگر مسئول باید مدبرانه از این کارشان ممانعت کند اما ادامه کار گروه ممکن است تبدیل به بازی گلخانه گردد در میان سنخ فالغ و تحصیلان سالهای اخیر این تمایل شدید به وجود آمده است که برای آنچه احساسهای واقعی انسانها مینامند احترام مبالغ آمیزی قائل شوند بیان چنین احساسی ممکن است متعاقب بیان دیگری باشد که راهگشای آن است در چنین مواردی واکنش سایر اعضا معمولا توأم با حالتی جدی و رسمی است آنها مثلا ممکن است طرز برخورد و قضاوتی شبیه یا شناسی خبره در یک گلخانه داشته باشند در زبان تحلیل بازی ها مسئله این است که آیا این احساس به قدر کافی جالب هست که در نمایشگاه ملی احساسها به نمایش گذاشته شود یا نه؟ اگر درمانگر سآل بیربتی را مطرح کند ممکن است به شدت مورد انتقاد و تنفر قرار گیرد گویی فردی کل پوک دارد با دست های زمخت خود گلبرگ های لطیف و شکننده گل کمیاب قرن را دستمالی می کند. از طرف دیگر درمانگر هم ممکن است طبعا احساس کند که برای شناخت اندام گل لازم است که نمونه از آن را پاره و تشریح کند. آنتیتز شناخت عکس قضیه که زمنان در این مورد برای پیش برد روان درمانی اهمیت اساسی دارد مفهوم تعنی که در توصیف فوق نهفته است اگر اجازه دهیم که این بازی ادامه یابد سالها بدون تغییر تکرار می شود و آن وقت این احساس به بیمار دست می دهد که واقعا تجربه رواندرمانی به خصوصی را پشت سر گذاشته است که طی آن زدیت خود را بروز داده و آموخته است که چگونه با احساسها برخورد داشته باشد به طوری که هیچ یک از همکارانش چنین تجربه‌ای نداشته است اما در این میان در واقع اتفاق جالبی که دارای اهمیت بنیادی باشد روی نداده است و بیشک وقت صرف شده برای رواندرمانی نیز حد اکثر بازدهی را نداشته است تعن نهفته در سوصیف آنچه بدون ذکر شد البته متوجه بیماران نیست بلکه متوجه معلمان آنها و محیط و اجتماعی است که چنین روالی را اجازه می دهد و صادر می کند. یک اظهار نظر اگر به موقع ادا شود چه بسا امکان دارد به طرزی موفقیت آمیز آنان را از تأثیرات والد پرفیس و افادهشان جدا ساخته به جانب تبادلی سوق دهد که کمتر آکنده از لاف و گذافهای های خود بینانه باشد دانشمندان جوان به جای کشت احساسها در جو داغ و سربسته گلخانه ها می توانند به سادگی اجازه دهند احساسها به طرز طبیعی رشد کرده پس از رسیدن چیده شوند بارسترین امتیاز این بازی جنبه روانی برونی آن است چون در اینجا به خاطر ایجاد شرایط مخصوص برای ابراز احساس ها و قائل شدن محدودیت هایی برای ابراز واکنش ها از ایجاد یگانگی و صمیمیت ممانعت می شود. به من فقط دارم کمک می کنم. این بازی ممکن است در هر موقعیت حرفه‌ای اجرا شود و تنها منحصر به رشته رواندرمانی و کارکنان بخش رفاه اجتماعی نیست اما معمولترین و پر ترین زمینه بازی آن در بین کارکنان ادارات رفاه اجتماعی است که دورهای مخصوصی را آموزش دیده جزئیات تحلیل این بازی برای من طی شرایط جالبی روشن شد. در یک بازی پوکر تمام بازیکنان جا رفته بودند به جز دو نفر یک روانشناس پژوهشگر و یک تاجر معمولی تاجر که دست نسبتا خوبی داشت صحبت را شروع کرد روانشناس که دستی مغلوب نشدنی داشت ناگهان داب را به مقدار متنابهی افزایش داد مرد تاجر دچار تردید شد در این وقت روانشناس با لحن شوخی گفت نگران نباش دوست من من فقط دارم کمک می کنم. تاجر مدتی مردد ماند ولی بالاخره داو را روی میز گذاشت و خواست دست حریفش را ببیند. روانشناس دست برنده خود را نشان داد و در نتیجه تاجر ورقهای خود را با خشم روی میز پرت کرد. حاضران در اثر شوخی روانشناس و جواب بازنده که متقابلا با مزاح گفت آره واقعا کمک کردی به خنده افتادن در اینجا روانشناس نگاهی به سوی من انداخت بدین معنا که شوخی او را باید به حساب حرفه روانشناسی گذاشت در آن لحظه بود که ساخت او در آن لحظه بود که ساخت این بازی به خوبی روشن شد یک مددکار یا درمانگر یا مسئول هر حرفه به بیمار یا مشتریش پیشنهادی ارائه می دهد. مشتری قبول می کند ولی بعد مراجعت می کند و با کدورت آشکار یا نهفته ادعا می کند که آن پیشنهاد موثر واقع نشده است. شخص حرفی ابروها یا شانه را بالا می اندازد و از این عدم موفقیت می گذارد و دوباره سعی می کند شخصی دقیق در این موقع می تواند درد عج را در چهره مراجع کننده ببیند اما به هر حال مجددا کوشش خود را می کند معمولا در این مرحله او لزومی احساس نمی کند که این انگیزش خود را مورد سوال قرار دهد چون میداند بسیاری از همکاران با تجربه او نیز در چنین مواردی همین کار را می کنند و او صرفا روال کار عادی را طی کرده و بیشک مسئولان ام و رؤسای او نیز تاییدش خواهند کرد اما اگر او اکنون با بازیگری سفت و سختتر مثلا با ستیز جویی دائمی مواجه شود آن وقت ممکن است این توهم به او دست دهد که آیا در این کار واقعا حاضق بوده است یا نه بعد دردسر شروع می شود و وضعیت به تدریج رو به وخامت می گذارد در نهایت او ممکن است با فردی بدگمان برخورد داشته باشد که روزی سراسیمه وارد اتاق می شود و با خشم آشکار فریاد می زند بفرمایید ببینید مجبورم کردید چه کار کنم در این وقت است که احساس خشم ناشی از تلاش های بی سمر درمانگر نیز با این کلمات آشکارا یا ذهنی به شدت بروز می کند که من فقط می خواستم کمک کرده باشم حیرت او از این ناسپاسی به وی رنج فراوان می دهد که نشانه پیچیدگی انگیزش است که زیربنای رفتار و اخلاق او را تشکیل می دهد. ولی این حیرت زمنان برد اوست مددکاران قانونی را نباید با کسانی اشتباه گرفت که بازی من فقط دارم کمک می کنم را اجرا می کنند. سخنانی از قبیل فکر می کنم به شبت کارش کرد یا میدانم چه کار کنیم یا به بنده معمولیت داده بودند که به شما کمک کنم و یا حق بیزید در این مورد می شود فلانقدر با من فقط دارم کمک می کنم فرق دارند. چهار شکل اول چنانچه با حسن نیت کامل انجام گیرند نمایانگر کوشش هایی در سطح بالغ هستند که طی آنها خدمات حرفه‌ای مشخصی در اختیار مراجعانی که ناراحتی خاصی دارند قرار می گیرد. اما من فقط دارم کمک می کنم انگیزه های نهفته دیگری هم دارد که تأثیرش در نتیجه کار کار بارستر است تا در مهارت حرفه ای این انگیزش بر مبنای این وضعیت روحی است که مردم اصولا ناسپاس و معیوس کننده هستند چشمانداز موفقیت برای والد انسانی انسانی چنین حرفه ای بد و هشدار دهنده است و ممکن است دعوتی برای شروع خرابکاری باشد چون این موفقیت وضعیت روحی او را به هم میزند بازیگر من فقط دارم کمک میکنم نیاز به این زمانت دارد که کمک او صرف نظر از اینکه با چه درجه از جدیت ارائه شود پذیرفته نخواهد شد پاسخ مراجع کننده او نیز چنین مفهومی خواهد داشت ببینید من چقدر سعی کردم و یا هیچ کاری نمیتوانید بکنید که به من کمک شود. بازیگرانی که انعطاف پذیرترند میتوانند خود را تا حدی تطبیق دهند. آنها این کمک را سرانجام به نحوی میپذیرند. البته بعد از مدتی اطلاف وقت از این رو بسیاری از درمانگران در مورد بیماری که سریعا به نتیجه رضایت بخش می رسد احساس نارضایتی می کنند و میدانند که همکارانشان نیز پس از شنیدن چنین رویدادی آنها را مورد انتقاد قرار میدهند. در قطب مخالف بازی من فقط دارم کمک میکنم کسانی هستند مانند وکلای خوب که به موکلان خود بدون درگیری شخصی یا احساسی کمک میکنند در اینجاست که مهارت حرفه‌ای جانشین شور و حرارت درونی میشود بعضی از مدارس عالی رشته های علوم اجتماعی بدون مؤسساتی برای پرورش بازیگران حرفه این بازی هستند و لذا برای فارغ التحصیلان تحصیلان این مدارس امتناع از بازی آسان نیست مثالی که نکات فوق را بیشتر روشن می کند در بخش تحلیل بازی بی بزاعت خواهد آمد من فقط دارم کمک می کنم و انواع مربوطه آن در زندگی روزمره نیز یافت می شود دوستان یا بستگان اغلبان را بازی می کنند مثلا من میتوانم آن را برایتان از تهیه کنندش یا از کارخانش یا از رفیقم چارلی با نصف قیمت بگیرم و همچنین بزرگ سالانی که در امور اجتماعی بچه ها اشتغال دارند. این بازی همچنین در میان پدر و مادرها محبوبیت دارد که نتیجهش در میان بچه ها معمولا به شکل ببین مجبورم کردی چه کار کنم است. از لحاظ اجتماعی این بازی ممکن است شبیه شلمیل باشد که در آن کسافتکاری یا خرابکاری به خاطر کمک کردن به وجود می آید و نه در اثر جبر روحی شلمیل در اینجا قربانی به صورت شخصی نشان داده می شود که مشغول بازی چرا همیشه هرچی کاسه کوزه است باید سر من بشکند یا یکی از انواع آن است آنتیتس برای متخصص حرفه‌ای راه های مقابله با تحلیقات, تحلیقات بازیگراد بازی من فقط دارم کمک می کنم زیاد است و راه انتخاب او بستگی به ارتباطش با بیمار دارد به خصوص با بازخورد کودک درون بیمار یک راه حل قدیمی و متداول یعنی روانکاوی سنتی عمیقترین و مشکلترین و غیرقابل تحملترین طریقه برای بیمار است در این طریقه دعوت بیمار برای شروع بازی کاملا نادیده گرفته می شود بعد بیمار بیشتر و سختتر کوشش می کند بالاخره به حالت می میافتد که علامتش بروز خشم یا افسردگی است و پس از عقیم ماندن بازی پیش می آید این وضعیت ممکن است نهایتا به درگیری سودمندی بیانجامد دو طریقه ملایمتر اما نه چندان موقرانه که به شکل برخورد رسمی در اولین دعوت بیمار برای بازی است درمانگر رسما به بیمار میگوید که من دکتر شما هستم و مدیر زندگی داخلیتان نیستم س رویه ملایمتر از طریق فوق این است که پزشک بیمار را به یکی از گروه های رواندرمانی ارجا دهد و بگذارد سایر بیماران کمکش کنند. چار اما در مورد بیماری که به شدت ناراحت به نظر می آید گاهی لازم است مرحله اولیه بازی را اجرا کرد این گونه بیماران باید حتما به وسیله روانپزشک درمان شوند چون او از آنجا که طبیب است علاوه بر مشاوره های روان درمانی می تواند دارو و نکات بهداشتی دیگری را نیز پیشنهاد کند حتی تجویز آرامبخش نیز ممکن است این روزها برای معالجه بعضی افراد سودمند باشد اگر پزشک رژیم بهداشتی مخصوصی را تجویز کند مثلا حمام ورزش استراحت و غذاهای مرتب توأم با داروهای لازم بیمار ممکن است یکی از سه شق زیر را انجام دهد یک رژیم را کاملا رعایت کرده احساس بهبودی کند دو رژیم را با وسواس انجام دهد ولی هنوز معترض باشد که این کارها به او کمک نکرده سه با بیتوجهی بگوید که یادش رفت یا مدتی رژیم را رعایت کرد اما چون فایده نداشت ول کرد در مورد دوم و سوم اکنون بسته به نظر پزشک است که تصمیم بگیرد آیا بیمار در این مرحله مشمول تحلیل بازی می شود یا لازم است راه دیگری برای درمانش به کار گرفته شود قبل از اینکه روانپزشک تصمیم بگیرد که بعد چه میخواهد بکند ارتباط بین مناسب بودن رژیم و تمایل بیمار برای بازی در آوردن باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد از طرف دیگر از دیدگاه بیمار آنتیتز بدین شکل است شما به من نگو چه کار کنم تا به من کمک شود من به شما میگویم که چه باید بکنید تا به من کمک شود اگر درمانگر در اینجا یک بازیگر شلمیل باشد قبول میکند و در واقع در دام بیمار میافتد که دارد به پزشک خود میگوید به من کمک نکن به خودت کمک کن اما بازیگران جدی من فقط دارم کمک میکنم کنم معمولا افراد شوخ نیستند حرکاتی در جهت آنتیتز که از طرف بیماران ارائه می شود اغلب با نظر نامساعد پذیرفته می شود و نتیجهش ممکن است به بروز دشمنی دائمی بین درمانگر و بیمار منجر شود. در زندگی روزمره این راه ها را نباید با بیدقتی ارائه داد مگر آنکه شخص مصمم باشد آنها را با جدیت و بیباکانه و با تقبل تمام عواقبش تا نهایت به انجام رساند مثلا رد پیشنهاد یکی از نزدیکان که میگوید من میتوانم آن را برایتان از تهیه کنندهش با نصف قیمت بگیرم ممکن است درد سرهای خانوادگی بدی تولید کند تحلیل تز هیچ کس هیچ وقت کاری را که من میگویم نمی کند هدف تسکین احساس گناه نقش ها کسی که کمک می کند مراجع کننده پویای شناسی خدازاری مثال ها یک بچه ها در حال یاد گرفتنند پدر یا مادر دخالت می کنند دو مددکار اجتماعی و مراجعه کننده نمونه عالی اجتماعی والد کودک کودک حالا چه کار کنم؟ والد باید این کار را بکنی نمونه عالی والد کودک والد ببین من چقدر ماهرم کودک من کاری میکنم که فکر نکنی آنقدرها هم ماهری حرکات یک درخواست کمک ارائه کمک دو خرابتر شدن رویه ارائه دلایل بیشتر سه نشان دادن اینکه رویه دارای نقص است پوزش غیر مستقیم امتیازات یک روانی درونی احساس شهادت دو روانی برونی اجتناب از مقابله با عدم لیاقت سه اجتماعی درونی انجمن خانه و مدرسه انسخم از سنخ برونفکن ناسپاسی چهار اجتماعی برونی روان پزشکی از سنخ برونفکن پنج زیستی سیلی خوردن از مراجع کننده نوازش از رؤسا شش وجودی مردم همه ناسپاسند ج بیبزاعت تز بهترین روشنگر تز اصلی این بازی توصیفی است که آرتور میلر در کتاب مجسمه ماروسی ارائه می‌دهد. این واقعه باید مال روزگاری باشد که من دنبال کار میگشتم، بدون اینکه واقعا کوچکترین قصدی برای استخدام شدن داشته باشم. و می میآید که اگر چه فکر می کردم خیلی بد است حتی به خودم زحمت نداده بودم که به ستون نیازمندیهای های روزنامه ها نگاهی بیندازم. خانم بلک شغلی در یک بنگاه مددکاری اجتماعی داشت که یکی از اهداف عالیه آن که ضمناً برای نیل به آن از دولت نیز کمک بودجه دریافت میکرد مددکاری به افراد بیبضاعت در جهت بازسازی زندگی اقتصادی آنان بود و به عبارت دیگر مجبور ساختن آنها برای رفتن سر کار طبق گزارش های رسمی مشتریان این بنگاه به طور مداوم در حال پیشرفت بودند اما تعداد بسیار کمی از آنها واقعا سر و این منطق قابل فهم بود چون بیشتر این افراد سالهای متمادی از مشتریان بنگاه های مددکاری بودند و از این بنگاه به آن بنگاه می و گاهی حتی در آن واحد یا چند با چند بنگاه درگیر بودند بنابراین هیچ کس شک نداشت که هر کدام از آنها در این زمینه پرونده قطوری دارد خانم بلک که دارای آموزش رسمی و تجربه در تحلیل بازی ها بود به زودی متوجه شد که کارکنان بنگاه او تقریبا همیشه درگیر بازی من فقط دارم کمک می کنم هستند و در این حیرت بود که مراجعان چگونه به این بازی پاسخ می دهند. برای اینکه که کرده باشد، طی برنامه منظم از هر یک از مراجع کنندگان خود به طور مرتب پرسید که در عرض هفته به چند محل استخدام مراجعه کرده و چه نتیجه هایی گرفتند. با تعجب فراوان کشف کرد که اگرچه تمام مراجعان او ظاهرا قرار بود هر روز با جدیت تمام دنبال کارهایی بروند که به آنان پیشنهاد شده بود در واقع مدت زمانی که به این کار اختصاص میدادند فوقالعاده ناچیز و گاهی تمسخرآمیز بود به عنوان مثال یکی از مراجعان گفت که هر روز دست کم یک آگهی استخدام در روزنامه را پیگیری می کند. خانم بلک پرسید چه کاری؟ او جواب داد که میل دارد وارد کار فروشندگی سیار یا بازاریابی شود. خانم بلک پرسید آیا این تنها کاری است که از میان آگهی های استخدام دنبالش می روی؟ او جواب داد بله. اما متاسفانه چون این مراجع کننده لکنت زبان داشت این نقص او را از حرفه دلخواهش باز می داشت. در همین موقع به گوش رئیس بالا دست خانم بلک رسید که به سوالات خشونت آمیزی از مراجعان خود می کند و لذا همان روز خانم بلک به علت اعمال فشار غیر لازم به مراجعان مورد توبیخ قرار گرفت. با وجود این خانم بلک تصمیم گرفت که کار خود را دنبال کند و بعضی از مراجعان را واقعا سر و سامان دهد او چند نفر از آنها را که صحیح و سالم بودند و دلیل موجهی برای استفاده دائم از حق بیکاری نداشتند انتخاب کرد او با این گروه منتخب عملا درباره بازیهای من فقط دارم کمک می کنم و بازی بی حرف زد. وقتی به مرحله رسید که اغلب آنها به وجود این بازی ها گردن نهادند به آنها گفت که باید هرچه زودتر به کاری مشغول گردند وگرنه حق بیکاریشان قطع می شود. چند نفر از آنان بلا مشغول کار شدند. و البته بعضی برای اولین بار پس از سالها اما آنها در عین حال از طرز عمل خانم بلک باطنن ناراضی بودند و حتی عده از آنان نامه های شکایت آمیزی به رئیس او نوشتند رئیس مجددا خانم بلک را خواست و این بار شدیدتر از دفعه پیش او را توبیخ کرد زیرا اگرچه اغلب مراجعان سابق او اکنون به کار اشتغال داشتند در واقع هنوز از لحاظ روانی سر و سامان نیافته بودند رئیس به خانم بلک تذکر داد که بنگاه مسئله ادامه کار وی را مورد بررسی قرار داده است خانم بلک با لحنی که ادامه همکاری وی بی را بیش از پیش به مخاطره نیندازد پرسید که در نظر مدیران بنگاه چه عاملی سر و سامان یافتن واقعی روانی را ثابت می کند. اما این نظرها هرگز برای او روشن نشد. فقط به او تذکر دادند که در کارش اشارهای غیر لازم بر مردم اعمال نکند. زیرا صرفا این دلیل که ادهی از مراجعان به بنگاه مددکاری اکنون برای اولین بار خودشان خرج خانواده های خود را در می آورند، اعتبار و ارزشی برای خدمات او محسوب نمی شود. چون خانم بلک به کارش احتیاج داشت و اکنون خطر از دست دادن آن احساس می شد برخی از دوستانش کوشیدن به او کمک کنند. مدیر یکی از درمانگاه های تخصصی رمان پزشکی که از اعتبار و شهرت خوبی نیز برخوردار بود نامه ای به رئیس بنگاه نوشت بدین مضمون که چنیده شده است خانم بلک در رابطه با متقاضیان مددکاری موفقیت های داشته است و درخواست کرد که به وی اجازه داده شود در یکی از جلسات همایش متخصصان در شرکت جوید و تجربیات خود را توضیح دهد. رئیس بنگاه از دادن چنین اجازه ای امتناع کرد. در این مورد بنگاه قوانین بازی بی را به نحوی وضع کرده بود که با بازی من فقط دارم کمک می کنم منطبق باشد و یک دیگر را تکمیل نمایند. اصل قرار و مداری که بین مددکاران و مراجعان وجود داشت از این قرار بود. مددکار من سعی می کنم به شما کمک کنم به شرط اینکه حالتان خوب نشود. مراجعه کننده من دنبال کار می گردم به شرط اینکه کار پیدا نکنم به محض آنکه مراجعه کننده ای با بهبودی خود قرار فوق را بر هم میزد بنگاه در عمل یک مشتری در عمل یک مشتری را از دست داده و مشتری هم حق بیکاریش را از دست داده بود که در حقیقت برای هر دو نوعی مجازات است یا اگر یکی از کارکنان مانند خانم بلک قرار و مدار را بر هم بزند یعنی یکی از مراجعان را مجبور به قبول شغلی کند این برای بنگاه مجازات است چون مشتری شکایت می کند که خانم بلک سختگیر است و این اعتراض ممکن است به گوش مقامات بالا برسد و ضمناً مراجع کننده هم حق بیکاریش را از دست داده است مادام که هر دو طرف قوانین زمینی بازی را رعایت کنند هر دو به امتیاز خود میرسند مشتری مورد بحث خانم بلک دوباره به بنگاه مراجعه کرد و مزایای خود را دریافت داشت و به زودی فهمید که در مقابل این مزایا بنگاه نیز همواره خواهان آن است که دست مدد به سوی او دراز نماید به عنوان قسمتی از بازی من فقط دارم کمک میکنم و همچنین رقمی برای درج در آمار و موضوعی برای بحث در جلسات کارکنان داشته باشد مشتری از همکاری با بنگاه خوشحال بود چون این همکاری او را به خوبی ارضا می کرد درست همان گونه که برای بنگاه رضایت بخش بود بنابراین آنها با یک دیگر هماهنگی خوبی داشتند و هیچ یک خواهان به پایان رسیدن چنین رابطه رضایت بخشی نبود اما خانم بلک با عمل خود در واقع به جای اینکه دست مدد به سوی بیبزاعت دراز کند به حل واقعی مسئله دست رازی کرده بود یعنی پیشنهاد کرده بود که به جای برنامه برای ارزای فرد برنامه بر اساس بهبود وضع جامعه جانشین شود و این البته همه را به هم انداخته بود بگذریم از این واقعیت تنظامی است که او تنها به مقررات و اهداف مذکور در اساسنامه بنگاه عمل کرده بود در اینجا باید به دو نکته توجه کرد اولا بی بزاعت یک بازی است نه یکی از عوامل و شرایط مربوط به ناتوانی جسمی روحی و یا اقتصادی و معمولاً اده محدودی از مراجعان به بونگاه های مددکاری آن را اجرا می کنند سانیان فقط آن ای از کارکنان که به بازی من فقط دارم کمک می کنم عادت کردند در بازی بی بزاعت نیز شرکت می کنند کارکنان واقعی بین تحمل این بازی را ندارند بازی های متحد با بی بزاعت دو بازی عضو سابق و درمانگاه هستند عضو سابق همان همزیستی مسالمت آمیز است که بین سازمان امور نظامیان قدیمی یا کانونهای وابسته و نظایر آن با تعداد کارکنان از کار افتاده که به این سازمانها مراجع می کنند بازی می شود که شرایطی مشابه کارکنان قدیمی و از کار افتاده ارتش یا دولت را دارند. بازی درمانگاه را عمدتا اشخاصی بازی می کنند که مشتری دائمی بخش بیماران سرپایی بیمارستان ها هستند. برعکس کسانی که بازی بیبزاعت یا عضو سابق را بازی می کنند، بازیگران درمانگاه خسارت مالی یا حق بیکاری دریافت نمی کنند. اما مزایای دیگری نصیبشان می شود، در واقع بازیگران معتاد به درمانگاه خدمت اجتماعی نسبتا سودمندی انجام میدهند چون در پیشرفت آموزش و تجربیات کارکنان مراکز درمانی مؤثرند و اغلب همکاری میکنند از این گذر آنها به رضایتمندیهایی در سطح بالغ دست مییابند که در دسترس بازیگران بی و عضو سابق نیست د ده دهاتی تز نمونه شناخته شده بازیگر این بازی پیرزن دهاتی بلغاری است که ورم مفاصل دارد و تنها گاوش را می فروشد تا پولی تهیه کند و به بیمارستان مجهز دانشگاه در صوفیه برود. در آنجا استاد متخصص او را می بیند و معاینه می کند. مرزش را مورد بسیار جالبی تشخیص می دهد و به عنوان نمونه خاص قابل توجهی از این بیماری به سایر پزشکان و دانشجویان پزشکی نشان می دهد. او نه تنها طرز تشخیص این بیماری و علائم آن را توضیح می دهد بلکه مراحل درمان را نیز به نحو کامل تشریح می کند. پیش از اینکه پیرزن به دهکده خود برگردد نسخه ای به وی داده می شود و خود استاد مراحل درمان را با جزئیات کامل در کمال مهربانی و حوصله برایش توضیح می دهد. بیمار از این همه دانش و تخصص تحت تاثیر قرار میگیرد، و احساس امتنان خود را نسبت به دکتر معالجش ابراز می کند که ترجمه آن از زبان بلغاری چیزی شبیه این است وای شما چه ما هستید استاد اما پیرزن هیچ وقت بخصخش را نمی پیچد اولا دیگر پولش تمام شده و در دهکده هم داروخانهی وجود ندارد سانیان او هرگز دلش نمی آید چنین نسخه نازنین و پرخاطره ای را از دست دهد سالسا او وسایل لازم فیزیوتراپی و آب درمانی و غیره و حتی رژیم غذایی مخصوص را ندارد بنابراین زندگیش را کما سابق ادامه می دهد با همان دردها و همان ورم فلش کننده اما حالا خوشحال است چون میتواند بنشیند و برای همه از نسخی که جناب استاد در دانشگاه صوفیه به او داده بود تعریف کند و هر شب هم ضمن دعا از آن مرد نیکوکار سپاسگزار باشد چند سال بعد استاد سر راه خود برای عیادت بیماری متنفذ و پرمدعا با ذهنی آشفته از دهکده رد می شود وقتی که پیرزن به سوی استاد می شتابد و دست او را می بوسد و به خاطر کمک ها و توصیه هایی که سالها پیش به او کرده بود هزاران تشکر می کند استاد او را به یاد می آورد از تقدیر و سپاس های پیرزن به وجد می آید و به خصوص خوشحال می شود که می شنود بسیار مؤثر واقع شده است در واقع آنچنان تحت تاثیر این قدانی قد ها قرار می گیرد که متوجه نمی شود پیرزن هنوز مثل سابق علیل و دردمند است و نمی تواند درست راه برود از لحاظ اجتماعی دهاتی هم به شکل بیگناهی و هم به شکل مخمی کردن بدبختی بازی می شود در هر دو مورد شعار بازیگر یکیست وای شما چه ما هستید آقای فلانی در شکل بیگناهی آقای فلانی واقعا ما هست او ممکن است شاعر نقاش بشر دوست و یا دانشمندی معروف باشد وزن های جوان و خام و افسون شده از اطراف و اکناف میآیند تا او را ملاقات کنند و حتی نقاعث او را به طور رویایی تجلی دهند زن فهمیده تری که آزم دیار چنین مردی می شود و او را تحسین می کند و میخواهد با او ماجرای عشقی داشته باشد یا ازدواج کند ممکن است کاملا از نقاط ضعف او آگاهی داشته باشد و حتی ممکن است از این نقاط ضعف برای نیل به مقاصد خود گیری کند بنابراین دو نوزن زن فوق ممکن است بازی هایی را بر اساس رویایی نمودن یا بهرهگیری از نقایص آقای پلانی که بیگناه ولی مورد احترام آنهاست آغاز کنند در شکل مخفی کردن بدبختی آقای فلانی ممکن است واقعا فوقالعاده باشد یا نباشد اما او در این حالت با زنی مواجه می شود که قادر نیست به بهترین وجه او را تحسین کند یا احتمال دارد فاهشه ای فوقلاده گران قیمت باشد. زن ممکن است نقش من حقیر فقیر را بازی کند و بازی وای شما چه ما هستید آقای فلانی را برای رسیدن به مقاصد خودش مستمسک قرار دهد در باطن او ممکن است مبهوت آقای فلانی باشد یا به او بخندد اما به هر حال به شخص او اهمیت نمی دهد آنچه او می خواهد است که همراه آقای فلانی می آید از لحاظ بالینی نیز دهاتی در دو شکل آشنای خود یعنی بیگناهی و مخفی کردن بدبختی بازی می شود و شعار هر دو وای چه شما ما هستید جناب استاد است در شکل بیگناهی این بازی بیمار مادام که به این شعار واقعا اعتقاد داشته باشد حالش خوب است که در عمل مسئولیت سنگینی نیز بر دوش درمانگر میگذارد یعنی باید از این حد خوبی در زندگی اجتماعی و در زندگی خصوصیش تنظل نکند در شکل مخفی کردن بدبختی بیمار امیدوار است که درمانگر در بازی او شرکت کند و مثلا به او بگوید شما فوقالعاده حساس و فهمیده هستید اما بیمار وقتی دکترش را در این وضعیت قرار داد ممکن است نگاه تحقیرآمیزی به او بکند و نزد دکتر دیگری برود اگر دکتر به این سادگی ها به دام بیمار نیفتد در حقیقت ممکن است بتواند به وی کمک کند ساده ترین راه بردن در بازی وای شما چه ما هستید استاد آن است که بیمار حالش خوب شود اگر بیمار زنی مستدنگیز باشد ممکن است عملا دست به کارهایی هم بزند تا درمانگر خود را احمق جل بدهد زنی دکتر معالج خود را بدون کوچکترین تغییری در عوارز بیماریش ترک کرد ولی جلسه آخر آمد که فقط با سلام و تعارف و اصخاهی زیاد از او خداحفظی کند بعد برای دریافت کمک نزد کشیشش رفت و با او هم وای چقدر شما خوب هستید عالی جناب را بازی کرد بعد از چند هفته ملاقات های پی در پی موفق شد که کشیش را به بازی تجاوز درجه دو یا برو گمش و اکبیر بادار کند بعد به همسایش گفت که از عالی جناب بلک انتظار نداشت در یک لحظه زفت با زنی بیگناه و مسن و نه چندان خوشگل مثل او لاس بزند البته به آن زنی که عالی جناب داشت این چیزها بعید نبود و میشد او را بخشید اما خوب یعنی چه و چه و چه و چه اما این گپ زدن و اعتماد کردن به زن همسایه هم که مثلا به طور سرسری انجام می گرفت بازی از آب درآمد چون به زودی خانم متوجه شد که وای ام... زن همسایه از کارکنان قدیمی کلیساست بنابراین او از روانپزشک خود بازی را برد چون خوب نشد از کشیش هم بازی را برد چون او را فریب داد اگرچه اقرار نمی کرد اما روانپزشک دوم او را به یک گروه رواندرمانی فرستاد که در آنجا دیگر آن زن نمی مثل سابق از آن ترفندها ها اجرا کند آن وقت بدون بازی های وای شما که ما هستید جناب استاد یا شما فقلاد حساس و فهمیده هستید زمان روانکاوی را پر کرد و با توجه بیشتری به بررسی رفتار خود پرداخت و به کمک اعضای گروه موفق شد این بازی را کنار بگذارد آنتیتس درمانگر باید اول تعیین کند که این بازی ها با بیگناهی انجام می شود یا نه و در صورت مثبت بودن اجازه دهد بازی به خاطر وضع روانی بیمار مدتی ادامه یابد تا روزی که بالغ او به قدر کافی توان رویارویی با اقدامات ضد بازی را پیدا کند اگر بازی با بیگناهی انجام نمی شود اقدامات ضد بازی باید در اولین فرصت ممکن در بیمار به مورد اجرا گذارده شود تا به آمادگی فهم آنچه را جریان دارد پیدا کند درمانگر آنگاه باید سرسختانه از دادن هر گونه توصیه خودداری کند و اگر بیمار اعتراض کرد باید با سراحت به او بگوید که این بازی پوکر نیست بلکه روشی طبی است که با تفکر و تعمق پای ریزی شده این خودداری به زودی ممکن است باعث خشم بیمار یا بروز علائم حاد گردد گام بعدی بستگی به وضع و شرایط بیمار دارد اگر آشفتگی و ناراحتی او شدید باشد می توان با معالجات روانپزشکی یا روانکاوی سنتی برای ایجاد مجدد وضعیت درمانی واکنشهایش را تخفیف داد در شکل مخفی کردن بدبختی اولین هدف جدا ساختن بالغ از کودک دمدمی و چند چهره است تا بتوان به تحلیل بازی پرداخت در وضعیت های اجتماعی باید از درگیری های خصوصی با بازیگران وای شما چقدر ما هستید آقای فلانی هرچه بیشتر اجتناب شود و این همان چیزی است که, ه... که همیشه و هنرپیشگان به آنها توصیه می کنند. از سوی دیگر زنهایی که نقش وای شما که ما هستید آقای فرانی را بازی می کنند، انسان های بسیار فهمیده و جالبی هستند. البته اگر بشود این بازی را از سرشان انداخت و در نتیجه ممکن است در حلقه خانواده و دوست آشنا و شخصیت های انگیز و عشتاوری باشند. هر روانپزشکی تز علم روانپزشکی را به عنوان یک رویه بیجه تبابت باید از بازی روانپزشکی جدا دانست. طبق مدارک ارائه شده در نشریات علمی، روش های زیر در درمان شرایط روانی نتیجه بخش اند. درمان از طریق شوک الکتریکی یا شوک درمانی، خواب مصنوعی، دارو، روانکاوی، روانپزشکی اصلاحی و گروه درمانی. روش های دیگری نیز هستند که هنوز عمومیت زیادی ندارند و در اینجا بحث نخواهند شد اما هر یک از روش های فوق ممکن است در بازی روان پزشکی به کار برده شوند اساس این بازی بر این مبناست که من شفا دهنده ام و این ندا را درجه دکترای قاب شده ای تقویت می کند که به دیوار آویزان است و مفهومش این است که اینجا نوشته من شفا دهنده ام البته باید به خاطر داشت که اساس این وضعیت به نفس سازنده و دارای حرمتی است و اشخاصی که به روان پزشکی مشغول می شوند می توانند در عمل نفع زیادی هم به مردم برسانند به شرط آنکه در کارشان تخصص و تجربه کافی داشته باشند اما اگر از تمتراق و زرق و برق روش های معالجه اندکی کاسته شود نتیجه بهتری به دست می آید. این آنتیتز را قرنها پیش دکتر آمبروپاره به بهترین وش بیان کرد. من معالجهشان می کنم خداوند شفایشان می دهد. هر دانشجوی پزشکی این کلام را تو با گفته های دیگری نظیر اولا صدمه نزنید و یا نیروی تبابت طبیعی فرا می گیرد. اما مشاوران غیرپزشکی امکان دارد به چنین گفته قدیمی و دوراندیشانه پایبند یا آشنا نباشند. وضعیت من شفا دهنده هم و اینجا هم نوشته که من رسما شفا دهنده هم نیز خود ممکن است از لحاظ روانی صد راهی باشد و بهتر است طرز تفکری به این نه جانشین آن شود من کوشش می کنم اصول و روش هایی را که یاد گرفتم در مورد شما به کار ببندم به این امید که سمر بخش واقع شود این طرز برخود امکان بازی ها را از بین می برد بازی هایی بر اساس چون من رسمن شفا بخشم اگر شما خوب نشدید تقصیر خودتان است مثل بازی من فقط دارم کمک می کنم یا بر این اساس که چون شما شفا دهنده اید من به خاطر شما خوب می شوم مثل بازی دهاتی تمام اینها البته اصولا برای درمانگر آگاه روشن است یقینا هر درمانگری که بیماری را به درمانگاه تخصصی معتبری معرفی می کند از این اصول آگاهی کامل دارد یا برعکس تعریف درمانگاه تخصصی خوب آن است که درمانگرانش به این اصول آگاهی کامل داشته باشند از سوی دیگر بازی روانپزشکی ممکن است از بیمارانی سر بزند که قبلا توسط درمانگران کم شهرتتر یا کم تجربه تر معالجه شدهاند. مثلا تعدادی از بیماران عمدن و با دقت روانکاوان جوان و بی تجربه را انتخاب می کنند و بعد با مراجعه از این دکتر با آن دکتر ثابت می که هیچ کس نمی تواند درد آنها را درمان کند و ضمناً بر شدت بازی روان پزشکی می افساین. به طوری که عاقبت حتی برای متخصص با تجربه تراز اول نیز غیر ممکن می شود که در مورد این بیماران صدف و خذف را تفکیک کند تبادل مضاعف این بیمار چنین است بالغ من آمده شفا پیدا کنم کودک تو هرگز نمی توانی مرا شفا دهی اما به من یاد می دهی که چطور روانی بهتری باشم یعنی بازی روان پزشکیم بهتر شود بازی سلامتی فکری هم به همین شکل بازی می شود در اینجا بیان بالغ چنین است اگر من اصول سلامتی فکری را که اینقدر در بارش خانده و شنیده به کار ببرم همه چیز درست می شود خانم بیماری که من می شناختم بازی سلامتی فکری را از یک درمانگر و روانپزشکی را از درمانگر دیگری یاد گرفت و بعد در نتیجه آشنایی با متخصصی دیگر بازی تحلیل تبادل را هم حسابی از او آموخت وقتی این نکات آشکارا با او در میان گذاشته شد وی پذیرفت و تصمیم گرفت که بازی سلامتی فکری را کنار بگذارد اما اجازه خواست که به روانپزشکی ادامه دهد چون این جلسات به او احساس خوب و آرامش بخشی میداد. با خواستش موافقت شد. آن زن تا مدتی به جلسات هفتگی آمد و از خوابهای خود و معانی آنها حرف زد و بالاخره شاید تا حدی به خاطر سپاسگزاری تصمیم گرفت که بفهمد واقعا چه چیزی رنجش می دهد و چه چیزی می خواهد. وی سرانجام عمیقا به تحلیل تبادل علاقه من شد و نتایج خوبی به دست آورد نوع دیگری از بازی روانپزشکی بازی باستانشناسی است که عنوان آن را مرهون دکتر نورمان رایدر از اهالی سانفرانسیسکو هستیم در این بازی وضعیت روانی بیمار چنین است اگر من بفهمم سرمنشه استراب های روانی هم دست چه کسی بوده جواب همه چیزها داده می شود که به فکر کردن دائمی درباره رویدادهای دوران بچگی می انجامد. گاهی حتی درمانگر نیز ممکن است با نقش مقت... منتقد وارد این بازی شود بدین ترتیب که وقتی بیمار های خود را تشریح و تفصیل می کند درمانگر نیز پا به پایش می آید و توضیح می دهد که کجا بد و کجا خوب بوده است بیان احساس های درونی که در بسیاری از گروه های روان به کار برده می شود از بازی های معمول است و اساسش بر این حکم آلود است که ابراز احساس های درون خوب و شفابخش است بیماری که در چنین گروههایی از کلمات رکیک استفاده می کند ممکن است توسط دیگران تشویق یا به طور زمینی ستایش شود اما گروهی پیشرفته تر و فهمیده تر فورا تشخیص می دهد که این کارها گونه بازی بد است برخی از شرکت کنندگان در گروه های رواندرمانی در حقیقت در تشخیص بازی های روان پزشگی و تحلیل تبادر مهارت پیدا می کنند و گاهی از سایر اعضا می پرسند که آیا به عقیده آنها فلان شخص یا فلان اشخاص مشغول فلان بازی نیستند یا ممکن است به بحث درباره روال کار گروه بپردازند و به کسب بهبودی خود بیندیشند زنی که از گروه بیان احساسهای درونی در یک شهر به گروه رواندرمانی پیشرفته تری در شهر دیگر پیوسته بود داستانی را از رابطه زناگونه در دوران کودکی خود تعریف کرد زن که تا آن وقت با تعریف مکرر این ماجرا همیشه حراس مخاطبانش را برانگیخته بود در آنجا با بیتوجهی روبرو شد و این بی توجه او را به خشم آورد. او اکنون با حیرت مشاهده می کرد که این گروه به خشم تبادلی امروز او بیشتر توجه دارد تا به زنای قدیمیش و نهایتا خشم خود را با آنچه به نظرش اهانتی عظیم محسوب می شد به اعضای گروه بروز داد. آنها را متهم کرد که از فروید چیزی نمیفهمند. خود فروید البته این گونه روانکاوی ها را جدیتر می گرفت و با انکار فرویدی بودن خود از اینکه که روانکاوی را به صورت بازی در آورد پرهیز می کرد. اخیرا نوع دیگری از بازی روانپزشکی کشف شده است به نام بگو ببینم که شباهت زیادی به وقت گذرانی بیسالی دارد. وایت خوابی یا واقعی را تعریف می کند و دیگران که معمولاً بین آنها درمانگر هم هست سعی می کنند با سالهای مناسب معنی یا تعبیر آن را مشخص کنند تا وقتی وایت قادر باشد این سوال ها را جواب دهد سیل سوال از طرف افراد حاضر سرازیر می شود تا جایی که سوالی مطرح شود که وایت نتواند جواب دهد در اینجاست که بلک به صندلیش تکیه می زند پاهایش را روی هم می اندازد و با نگاهی زیرکانه می گوید آهان اگر توانستی جواب این سوال را بدهی حالت خوب می شود من سعیم را کردم این یکی از انواع فرعیتر بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما است بعضی از گروه های رواندرمانی صرفا بر اساس همین بازی تداوم پیدا می کنند و ممکن است مدتها سالها بدون کوچکترین تغییر ادامه یابند بازی بگو ببینم عرصه عمل گسترده‌ای به وایت که بیمار است می دهد که مثلا بتواند بازی را تا آنجا که دلش می خواهد ادامه دهد و به مرحله تصویت احساس ناتوانی خود برسد یا بتواند با آن مبارزه کند جواب همه را بدهد و نهایتا باعث بروز عصبانیت و نومیدی در دیگران شود چون اکنون اوست که میتواند به صندلیاش تکیه بدهد و با نگاهی زیرکانه بگوید من تمام های شما را جواب دادم و شما نتوانستید مرا شفا بدهید پس شما به چه درد میخورید؟ بگو ببینم در مدرسه ها هم بازی می شود معلم سوالی خارج از درس میکند شاگردان می دانند که جواب درست در کتاب نیست یا از طریق استنتاج از حقایق و معلومات هم به دست نمی آید و فقط باید با حدس و جوابهای ابتکاری و مورد علاقه معلم در بازی شرکت کنند تا اینکه ببینند کدام جواب معلم را خوشحال و راضی می کند نوع دیگری که آمیخته با فصل فروشی و خوردهگیری است در کلاس تدریس زبان یونانی بازی می شود که معلم می تواند در مناقشه با نشان دادن نمونه مثال از متنی گمنام شاگردی را احمق و نادان جلوه دهد در تدریس زبان عبری هم چنین مسئله زیاد پیش می آید و احمق تیز. شکل ملایمتر بازی احمق چنین است من خودم هم از این بی دست و پایی و حماقتم خنده می گیرد. اما اشخاصی که ناراحتی جدی دارند این را به طرز ترختری بازی می کنند. من احمقم همینم که هستم پس یک کاری برایم بکن هر دو شکل این بازی در حالت افسردگی اجرا می شود این بازی را باید از شلمیل کاملا متمایز دانست چون در شلمیل وضعیت جنبه تهاجمی دارد و بی دست و پایی دعوتی است برای بخشودگی باید آن را از درغک هم جدا دانست چون در حقیقت درغک نه بازی بلکه وقت گذرانی است و معید این وضعیت است که من لودم ولی با مزه و بی آزارم تبادل اصلی بازی احمق این است که وایت باید کاری کند که بلک مجبور شود او را احمق یا نظیر آن خطاب کند یا طوری واکنش نشان دهد که حماقت وایت القا شود بنابراین واکنش وایت در اینجا شبیه شلمیل است اما او دنبال بخشودگی نیست در حقیقت بخشیدن او را ناراحت می کند چون بافت بازی را به هم می زند یا ممکن است در رفتار کند ولی بدون کوچکترین اشاره زمینی به اینکه این کارش بچه زدن است یعنی میخواهد این رفتار رفتار او جدا بر حماقت او دلالت کند در اینجا بهل برداری برونی وجود دارد چون هرچه وایت کمتر یاد بگیرد بهتر میتواند خودش را به حماقت بزند و لذا بهتر بازی میکند در مدرسه او احتیاج ندارد درس بخواند یا در سر کار احتیاج ندارد کوشش کند تا چیزی یاد بگیرد که موجب ترقی او به مدارج بالاتر گردد از بچگی یاد گرفته مادام که احمق است همه از دستش راضیاند صرف نظر از اینکه چه حرفهایی در ظاهر زده شود اما لحظاتی هم هست مثلا وقتی مجبور است کاری را انجام دهد که ناگهان مردم را با کارایی خود به شگفتی و حیرت میاندازد و معلوم می شود او آن ها هم احمق نیست آنتیتز آنتیتز شکل های این بازی ساده است با شرکت نکردن در بازی نخندیدن به بی دست و پایی او یا با همراهی نکردن در حماقتهایش در حقیقت می توان دوست واقعی این بازیگر شد از ذرایف این بازی آن است که اغلب اشخاص, اشخاص دلمرده یا اشخاصی که مبتلا به جنون ادواری هستند آن را اجرا می کنند آنان وقتی در حالت پرتحرک جنون و مسخره بازی هستند گویی واقعا میخواهند همه در خندیدن با آنها شریک باشند حتی اغلب شرکت در بازی الزامی است زیرا اگر کسی با ایشان همراهی نکند جدا بدشان میآید چون در حقیقت تهدیدی است برای وضعیت روانی آنها و به هم زدن بازی اما وقتی به حالت افسردگی فرو رفتند و نف... نفرتشان علیه کسانی که به هماغه یا تایشان میخندیدن آشکار شد صحت عمل و حسن نیت کسی که در بازی شرکت نکرده معلوم میشود اکنون ممکن است این شخص تنها کسی باشد که بیمار مایل است او را به اتاق خود راه بدهد یا با او حرف بزند و یا تمام کسانی که قبلا دوستانش بودند و از بازی او لذت می بردن همچون دشمن او باشند. بیفایده است به باید بگوییم که واقعا احمق نیست. گوییم که ممکن است از هوش و ذکاوت زیادی برخوردار, برخوردار, نباشد و خودش هم بداند که دلیل شروع بازیهایش از اول همین بوده است. با وجود این زمینه هایی هم هست که باید در آنها نسبت به اطرافیانش برتری دارد و بینش روانشناسانه یکی از آنهاست بی و احترام نهادن متناسب به این توانایی ها ضرری ندارد اما این توجه با کوشش احمقانه برای یافتن اعتماد به نفس مجدد متفاوت است کارهای اخیر و زخ ممکن است به باید این رضایت خاطر غلط را القا کند که دیگر آن از او احمقترند اما این چندان تسکینی نیست وانگهی کس به این گونه اعتماد کس به این گونه اعتماد به نفس مسلما بهترین و ارزشمندترین رویه رواندرمانی نیست و اغلب صرفا حرکتی ضعیف در جهت بازی من فقط دارم کمک می کنم. آنتیتز بازی احمق جانشین کردن آن با یک بازی دیگر نیست بلکه به سادگی باید کلا از اجرای بازی خودداری کرد. آنتیتز شکل جدیتر و تلختر این بازی مسئله پیچیده است. زیرا هدف این بازیگر تولید خنده و تمسخر نیست بلکه برانگیختن خشم و اوقات تلخی و بدبختی است و خوب هم از پس این کارها برمی آید. خب پس یک کاری برایم بکن برای رسیدن به مقصود دیگری است در صورت عقب نشینی طرف ثابت می شود که کاری از دستش بر نمی آید و اگر مقابله کند دار بر بین شدن اوست بنابراین این اشخاص همچنین مستعد بازی چرا فلان کار را نمی کنی اما هستند که از آن می توانند رضایتی خفیفتر کسب کنند راهحل سادهی برای این بازی موجود نیست و در آینده نزدیک نیز احتمال نمی رود راه حل قطعی پیدا شود مگر اینکه پویایی شناسی روانی بازی به طور روشنتری فهمیده شود ز چوب زیر بغل تز بارسترین شکل بازی چوب زیر بغل امروزه تمسک به جنون است ترجمه این عبارت به واجه های تبادل چنین است از آدمی مثل من که از لحاظ احساسی متزلزل و ناراحت است چه انتظاری داشتید که از کشتن مردم خودداری کنم هیئت منصفه نیز به این سوال چنین جواب می دهد؟ البته که نه ما هیچ وقت چنین محدودیتی برای شما قائل نمی شویم. به جنون که یک بازی قضایی است در فرهنگ جامعه آمریکایی امروز روال عادی و پذیرفته شده است و با اصول رایج در سایر نقاط دنیا که میگوید شخص دیوانه مسئول اعمال خود نیست فرق دارد تا آنجا که من اطلاع دارم در ژاپن مستی و در روسیه داشتن سابقه خدمت زمان جنگ عذرهای موجهی است برای سلب هر نوع مسئولیت از رفتارهای قانون شکنانه تز بازی چوب بغل این است از آدمی که یک پا ندارد چه انتظاری دارید البته هیچکس کس از چنین شخصی انتظاری ندارد جز اینکه با چوب زیر بغل یا در صندلی چرخدار خودش را این طرف و آن طرف بکشد از سوی دیگر در زمان جنگ دوم جهانی مردی که دارای یک پای چوبی بود نمایش جیرتابا که بسیار جالبی در سالن بیمارستان ارتش اجرا می کرد مردان نابینایی هستند که دکتر روانکاپ از وکلای زیر دست دادگستری و یا جزء سیاستمدارانند در حال حاضر مردی نابینا شهردار شهری است که من در آن سکونت دارم اشخاص بی دستی هم هستند که از ماشین تحلیل استفاده می کنند تا وقتی که فردی معلول با نقص جسمانی واقعی یا مبالغه شده و یا حتی خیالی از هستی خود راضی باشد و زندگی خود را با رضایت سر کند شاید هیچکس حق نداشته باشد در کار و حال و زندگی او دخالت کند لحظه ای که او خود را برای دریافت کمک های روان پزشکی معرفی می کند این سال پیش می آید که آیا او می تواند بر ناتوانی خود غلبه کند یا نه اما در چنین مواردی درمانگر تقریبا یک تنه علیه عقیده توده کثیری از مردم تحصیل کرده و فهمیده عمل می کند حتی اعضای خانواده معلول که بیش از همه از مشکلات ناشی از ناتوانی بیمار دادشان بلند است وقتی بیمار علائم بهبودی قطعی از خود بروز بدهد علیه درمانگر عکس العمل نشان میدهند برای تحلیلگر بازی ها این امر به سهولت قابل فهم است اما متاسفانه این کارش را به هیچ وجه آسانتر نمی کند کسانی که قبلا با فرد معلول بازی من فقط دارم کمک می کنم را اجرا می کردند از اینکه می بینند او خودش به مبارزه با مسئله روحی خود پرداخته ناراحت می شوند و تغییر روحی او را تهدیدی برای بازی خود احساس می کنند و گاهی عجیب ترین کارها را می کنند که درمان را متوقف سازند هر دو طرف این بازی را می توان در مثال بازی بی بزاعت مورد خانم بلک و مراجع ای که لکنت زبان داشت مشاهده کرد آن مرد شکل متداول چوب زیر بغل را بازی می کرد نمی توانست شغلی پیدا کند و دلیل آن را دقیقا لکنت زبان خود می دانست زیرا تنها ای که در زندگی به آن علاقه داشت فروشندگی سیار بود که در آن فساحت و خوشبیانی اساس کار است او به عنوان انسانی آزاد این حق را داشت که هر شغلی را که بخواهد انتخاب کند اما به عنوان فردی که لکنت زبان دارد و از اش فرق می کرد. و البته انتخاب آن شغل کذایی صداقت انگیزه هایش را در معرض شک و تردید قرار میداد. واکنش مدیر بنگاه مددکاری علیه خانم بلک که سعی کرده بود بازی را بر هم بزند نیز بسیار ناخشنود بود. بازی چوب زیر بغل به خصوص در رواندرمانی درمانی بالینی مخاطر انگیز است زیرا بیمار ممکن است درمانگر را پیدا کند که در بازی با همان عذر بیمار شرکت کند و این پیشرفت درمان را غیرممکن ممکن می کند در مورد تمسک مرامی ترتیب کار نسبتا آسانتر است از آدمی که در چنین جامعه زندگی می کند چه انتظاری دارید بیماری بیماری این را بازی تمسک به روانتنی در هم آمیخته بود از آدمی که در این خراب شده علائم روانتنی هم دارد چه انتظاری دارید او چند در منگل را یکی پس از دیگری پیدا کرده بود که گاهی یک عذر و گاهی عذر دیگر را در او تایید می کردن. ولی هرگز هر دو عذر را تایید نمیکردن به طوری که هیچ یک از درمانگران نه با پذیرفتن هر دو عضر او را در وضعیت خود کاملا راحت میگذاشت و نه با رد هر دو عضر وی را از وضعیتش نجات میداد بدین ترتیب او به خیال خود ثابت کرده بود که روان پزشکی به مردم کمکی نمیکند برخی از عذرهایی که بیماران برای رفتار بیمارگونه خود می آورند عبارت است از سرخوردگی، جراحت های سر، فشار موقعیت های زندگی، فشار زندگی جدید، فرهنگ کشور و نظام اقتصادی. بیشتر مردم معمولا از بازیگر بیسواد و عامی به نوعی حمایت می کنند. من مشروب می خورم چون بدبختم یا اگر در روسیه بودم این بدبختی برایم پیش نمی آمد البته واقعیت این است که بیماران بیمارستانهای دولتی روسیه هم درست شبیه بیماران بیمارستانهای دولتی هر جای دیگر هستند اوزهای ویژه نیز مانند بازیهای اگر به خاطر آنها نبود یا تقصیر آنهاست باید همواره در تبابتهای های بالینی و همچنین در برنامه های پجوهش های اجتماعی با دقت زیاد مورد ارزیابی قرار گیرند. عرص که تا حدی پیش رفته ترند از این قرارند. از آدمی که الف خانوادهی در همشکسته دارد به اختلال عصبی دارد جه پیش روانکاو می رود د از مرض الکلیسم رنج می برد چه انتظاری دارید؟ رأس تمام این عذرها و بحانه ها چنین است اگر من این کار را ترک کنم نمی توانم آن را تجزیه و تحلیل کنم و آن و خرگز خوب نمی شوم. مکوس چوب زیر بغل ایرات های بنی اسرائیلی از قبیل بازی گاری چینی است که قضیه آن را می توان چنین توصیف کرد اگر در این شهر گاری چینی داشتند من به این بدبختی دچار نمی شدم آنتیتز معکوس چوب زیر بغل چندان مشکل نیست به شرط آنکه درمانگر والد و بالغ خود را به وضوح از یکدیگر جدا نگه دارد و به شرط آنکه هدف قطعی درمان کاملا مشخص و روشن باشد در جنبه والد او میتواند والد خوب باشد یا ممکن است سختگیر باشد به عنوان یک والد خوب میتواند عذرهای بیمار را به خصوص اگر با نظریات خودش مطابقت داشته باشد بپذیرد با این منطق که مردم تا موقعی که معالجه نشدهاند مسئول اعمال خود نیستند به عنوان والد سختگیر میتواند عذرهای بیمار را رد کند و با او به مشاجره بپردازد اما باز دیگر چوب زیر بغل با هر دوی این دو طرز برخورد به خوبی آشناست و بلد است چگونه بیشترین رضایت را از هر کدام کسب کند درمانگر به عنوان بالغ از هیچ یک از دو طریقه فوق تبعیت نمی کند وقتی بیمار می پرسد از آدمی که اختلال عصبی دارد چه انتظاری دارید یا هر عذر دیگری که در آن لحظه می آورد پزشک جواب می دهد من هیچ انتظاری ندارم مسئله اینجاست که خود شما چه انتظاری دارید تنها انتظاری که درمانگر دارد آن است که بیمار به این سال پاسخ جدی بدهد و تنها فرجهی که میتواند به بیمار بدهد این است که زمان کافی در اختیارش بگذارد تا پاسخ دهد زمانی بین شش هفته تا شش ماه که بستگی به آمادگی قبلی بیمار دارد